تا حالا شده به این فکر کنید که شاید دارید یه چیزی مصرف میکنید که ناخواسته به سلامتیتون آسیب میزنه؟ چی میشه اگه بهتون بگم پزشکا، همونایی که هر روز داروهای مختلف رو برای میلیون ها نفر تجویز میکنن، خودشون بعضی از این قرص ها رو نمیخورن، ولی این داروها ممکنه توی کابینت داروی شما باشه و بدون اینکه حتی بهش فکر کنید دارید ازشون استفاده میکنید. تصور کنید داروهایی که بهشون اعتماد کردید برای کاهش درد، کمک به خواب یا مدیریت مشکل معمولی سلامتی ممکنه کم کم مغزتون رو نابود کنه، ریسک زوال عقل رو بالا ببره یا حتی باعث یه سری مشکلات جدی دیگه بشه. ترسناک به نظر میرسه. امروز میخوایم به دنیای 5 تا از داروهای رایجی بریم که پزشکا با همه اطلاعاتی که دارن ازشون دوری میکنن، ولی شما ممکنه بدون اینکه از خطراتشون خبر داشته باشید ازشون استفاده میکنید. تا آخر ویدیو با من بمونید، چون نه تنها میگیم این داروها چی هستن، بلکه جایگزین‌های طبیعی رو هم معرفی میکنم که میتونن از مغز و سلامتی شما محافظت کنن. این ویدیو رو از دست ندید، چون این اطلاعات میتونه زندگی شما و کسانی که دوستشون دارید رو تغییر بده. لطفاً لایک بزنید و یه کامنت انگلیسی هم بذارید و بریم سراغ اصل مطلب. اولین دسته داروی مهار کننده های پمپ پروتونه یا PPI ها. شاید اسم مهار کننده های پمپ پروتون یا PPI رو نشنیده باشید. اگر سوزش معده یا ریفلاکس اسید معده رو تجربه کرده باشید، این داروها براتون تجویز شده. داروهایی مثل اومپرازول یا اسومپرازول که بهش نکسیوم هم میگن. تقریبا توی هر خونه ای پیدا میشه. این داروها به شدت توی کاهش اسید معده و رفع ناراحتی های معده موثرن، ولی اینجاست که شوکه میشید. استفاده طولانی مدت از این داروها با افت توانایی های شناختی و افزایش خطر زوال عقل مرتبط شده. مصرف مداوم این داروها میتونه باعث کمبود ویتامین B12 بشه که برای عملکرد مغزتون ضروریه. علاوه بر این میتونن میکروبیوم روده رو به هم بریزن که باعث التهاب میشه و نه تنها سیستم گوارشیتون بلکه مغزتون هم تحت تاثیر قرار میده. یه مطالعه نشون داده که افرادی که به طور طولانی مدت از اینها استفاده میکنن 44% بیشتر در معرض خطر زوال عقل هستن. این عدد خیلی بالاست، مخصوصا برای مشکلی مثل ریفلاکس که زیاد جدی به نظر نمیاد. اگه مدت زیادی یکی از این داروها استفاده میکنید، بهتره از خودتون بپرسید آیا راه دیگه‌ای برای مدیریت ریفلاکس یا سوزش معده هست؟ جوابش بیشتر وقت‌ها آره هست. تغییرات غذایی، کاهش وزن و راه حل‌های طبیعی مثل زنجبیل یا سرکه سیب میتونه بهتون کمک کنه بدون اینکه مغزتون رو به خطر بندازید مشکلتون رو رفع کنید. دسته بعدی داروها بنزودیازپین‌ها هستند که به اسم بنزوها معروفن. این داروها بیشتر برای استراب، بیخوابی و تشنج تجویز میشن. اگه تا حالا بهتون زاناکس یا آلپرازولام، والیوم یا آتیوان تجویز شده، شما از بنزودیازپین‌ها استفاده کردید، ولی مشکل اینجاست که این داروها در کوتاه مدت خیلی موثرن، ولی استفاده طولانی مدت ازشون میتونه به مغزتون آسیب بزنه. مطالعات نشون داده که افرادی که ماها یا سالها از بنزودیازپین‌ها استفاده میکردن خیلی بیشتر از کسانی که مصرف نمیکنن در معرض خطر زوال عقل قرار دارن. چرا؟ چون بنزوها با کاهش فعالیت مغزی کار میکنن که در کوتاه مدت برای استراب یا مشکلات خواب خوبه، ولی با گذشت زمان این سرکوب فعالیت مغزی میتونه باعث تغییرات دائمی توی شناختتون بشه. مغزتون به این داروها عادت میکنه و بدون اونا افت شناختی خیلی سریعتر از حالت عادی براتون رخ میده. حالا شاید با خودتون بگید اما استرابم بدون اونها غیر قابل تحمله، چیکار کنم؟ این نگرانی کاملا قابل درکه و هیچ کس نمیگه که یه حقوقتشون کنه، چون این هم خطرناکه، ولی خیلی مهمه که با پزشکتون صحبت کنید تا به تدریج از این داروها بیرون بیاید و راههای دیگه مثل درمان شناختی رفتاری یا تکنیک‌های ذهن آگاهی برای مدیریت استراب یا بیخوابیتون پیدا کنید. یادتون باشه پزشکا خودشون ریسک ها رو میدونن و به همین دلیل معمولا از مصرف طولانی مدت بنزوها برای خودشون دوری میکنن. دسته بعدی داروها استاتین ها هستن. من قبلا هم در موردشون صحبت کردم. استاتین ها برای کاهش کلسترول و کاهش خطر بیماری قلبی به طور گسترده تجویز میشن و احتمالا شما هم از مصرف کنندگان این دارو هستید. داروهایی مثل آتروستاتین و سیمواستاتین که از رایج ترین داروهای تجویزی دنیا هستن. ولی اینجا یه چیزی که ممکنه شما رو شگفت زده کنه اینه که
استاتین ها توی کاهش کلسترول خیلی موثرن، ولی یه بحث جدی در مورد تأثیر طولانی مدتشون روی سلامت مغز وجود داره. تحقیقات نشون میده که استاتین ها ممکنه در تولید کلسترول مغز که برای حفظ نورون ها و عملکرد شناختی سالمتون ضروریه اختلال ایجاد کنه. بعضی از مطالعات حتی مصرف طولانی مدت استاتین ها رو با مشکلات حافظه و افزایش خطر زوال عقل مرتبط دونستن. حالا این به معنی این نیست که استاتین ها برای همه بده. در واقع برای خیلی از افراد به ویژه اونایی که در معرض خطر بالای بیماری قلبی هستن مزایاش بیشتر از خطراتشه، ولی پزشکانی که خودشون عوامل خطر زیادی برای بیماری قلبی ندارن معمولا از استاتین ها خودشون دوری میکنن، مخصوصا وقتی راههای دیگه برای مدیریت کلسترول وجود داره. اگه دارید استاتین مصرف میکنید بهتر با پزشکتون در مورد خطرات احتمالی صحبت کنید، مخصوصا اگه اخیراً با مشکلات شناختی روبرو شدید، یعنی حافظتون دچار تغییراتی شده یا تغییرات خلقی براتون ایجاد شده. برای اونایی که دنبال یه رویکرد طبیعی تر هستن، تغییرات سبک زندگی مثل رژیم مدیترانه‌ای و ورزش منظم میتونه به مدیریت کلسترولتون بدون نیاز به استاتین ها کمک کنه. دسته بعدی داروهای ضد التهاب غیر استرویدی هستن که بهشون توی پزشکی میگن NSAIDها. اگه تا حالا براتون پیش اومده که سردرد داشتید و به پزشک مراجعه کردید، احتمالاً بهتون ایبوپروفن داده یا توی کمدتون هست، یا داروهای مثل ناپروکسن رو هم مصرف کردید، یعنی در واقع شما دارید از NSAIDها استفاده میکنید. این داروها از رایج‌ترین داروهای دنیا هستن چون توی کاهش درد و التهاب خیلی موثرن، ولی اینجاست که بیشتر مردم نمیدونن. مصرف طولانی مدت این داروها میتونه خطر مشکلات قلبی عروقی رو بالا ببره که به نوبه خودش میتونه باعث زوال عقل بشه. این داروها میتونن باعث فشار خون بالا، حمله قلبی و سکته بشن که جریان خون به مغز رو کاهش میده و خطر افت شناختی رو افزایش میده. و فقط مصرف گاه به گاه نیست که مشکل سازه، بلکه وقتی مرتبا به این داروها وابسته بشید خطرات شروع میشن. پزشکان این رو میدونن و به همین خاطر معمولا از مصرف طولانی مدت این داروها یا مصرف مکررشون اجتناب میکنن. خب جایگزین طبیعیش چیه؟ گزینه‌های طبیعی‌تر ضد التهاب مثل زردچوبه یا مکمل‌های امگا 3 که میتونن بدون این خطرات درد رو مدیریت کنن. و اگه مجبورید از NSAIDها استفاده کنید، مطمئن بشید که فقط برای تسکین کوتاه مدت باشه، نه یه راه حل دائمی برای دردهای مزمن. دسته بعدی داروهای آنتیکولینرژیک همه جا هست، از درمان آلرژی گرفته تا افسردگی و مثانه بیش فعال استفاده میشه، خیلی کاربردی به نظر میرسه. ولی نکته اینجاست که مصرف طولانی مدت این داروها با افزایش چشمگیر خطر زوال عقل مرتبط شده. بله، این داروها یه انتقال دهنده عصبی به اسم استیلکولین رو که برای حافظه و یادگیری ضروری مسدود میکنن. وقتی سطح استیلکولین پایین میاد، توانایی مغز برای عملکرد درستش کم میشه و یه آمار تکان دهنده وجود داره. مطالعات نشون داده که استفاده طولانی مدت از داروهای آنتیکولینرژیک میتونه خطر زوال عقل رو تا 50% افزایش بده. این ریسک بزرگیه برای چیزی که به نظر بی خطر میاد، مثل مصرف یا آنتی استامین. حالا شاید بپرسید کدوم داروها دقیقاً اینجوریان؟ بعضی از نمونهای رایج شامل انواعی از آنتی استامین هایی هستن که برای آلرژی استفاده میشن، مثل دیفنیدرامین، همون بنادریل که میشناسید، یا همون دیفنیدرامینی که خیلی ها استفاده کردید. بعضی از داروهای ضد افسردگی مثل آمیتریپتیلین و داروهای کنترل مثانه مثل اکسیبوتنین هم جزء این دسته است. اگر مدت طولانی که از این داروها استفاده میکنید، وقتشه که دوباره فکر کنید در موردش. پزشکا خودشون معمولا از این داروها مخصوصا با بالا رفتن سن دوری میکنن، چون میدونن سلامت مغز چقدر مهمه. پس چرا هنوز خیلی از مردم دارن ازشون استفاده میکنن؟ جواب ساده است: بیشتر مردم از این خطرات بیخبرن، ولی حالا شما میدونید. پس چیکار کنید؟ اگر نیاز به آنتی استامین ها یا ضد افسردگی هست، با پزشکتون در مورد جایگزین هایی که این خطرات رو ندارن صحبت کنید، یا اگر ازشون برای کنترل مثانه‌تون استفاده میکنید، درمان های غیر دارویی هستن که میتونن بهتون کمک کنن. هر کاری میکنید این اطلاعات رو نادیده نگیرید، چون ممکنه مغزتون رو نجات بده. حالا که 5 تا دارویی که پزشکا ازشون دوری میکنن رو بهتون گفتم و شما میدونید که چرا بهتون آسیب میزنن، خودتون بپرسید آیا این اطلاعات نظرتون رو در مورد روال مصرف داروهاتون تغییر داده؟ آیا به این فکر افتادید که شاید یه راه طبیعی تر
و امن‌تر برای مدیریت سلامتیتون وجود داشته باشه. حقیقت اینه که داروها میتونن جون آدم‌ها رو نجات بدن، ولی میتونن خطراتی هم داشته باشن، به ویژه وقتی طولانی مدت استفاده بشن بدون اینکه اثر جانبیشون رو به طور کامل درک کنیم. داروهایی که امروز در موردشون صحبت کردیم، مواد کننده های پمپ پروتون، بنزودیازپین ها، استاتین ها، انسیت ها و آنتی کولینرژیک ها، هر روز دارن تجویز میشن بدون اینکه بیشتر مردم از تمام داستان خبر داشته باشن. ولی حالا شما میدونید. پس نتیجه گیری ما از این همه اطلاعات چیه؟ نکته کلیدی اینه که باید در مورد چیزی که وارد بدنمون میکنیم بیشتر آگاه باشیم. قضیه ترسیدن نیست، من نمیخوام شما رو بترسونم. قضیه اینه که فعالانه عمل کنیم، سوال بپرسید، تحقیق کنید و صحبت کردن با پزشکتون در مورد جایگزین ها نترسید. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. اگر این اطلاعات براتون مفید بوده حتما دکمه لایک رو بزنید، این ویدیو رو با کسی که شاید بهش نیاز داره به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که کانال من رو، یعنی کانال دکتر خوب رو، سابسکرایب کنید تا محتواهای روشنگرانه بیشتری ببینید. تا ویدیو بعدی آگاه بمونید، سالم باشید و کنترل سلامتتون رو به دست بگیرید. یا حق.